علاوه بر موارد فوق، گلی شبیه به گل شیپوری اما متفاوت با آن بر روی یکی از دیوارها نقش بسته است که آن گل نیز در زمره گلهای خانواده لیلی قرار دارد و کالالیلی نامیده می شود. فلزا به نظر می رسد که کارگردان انیمیشن به طرق مختلف تلاش نموده است تا به مخاطبین ماسونی خودش اعلام کند که برای دریافتن اسرار و رموز این سکانس باید به نمادشناسی لیلی و لیلیث توجه نمایند. البته ممکن است این سوال در ذهن پدید آید که نمادهایی همچون خرگوش، تخم مرغ و غیره به ایده پاک مسیحیت مرتبط هستند. لکن باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از این نمادها با مسیحیت حقیقی و اصیل ارتباطی ندارند و وجود مقدس حضرت عیسی مسیح علیه السلام مبرا از چنین نمادهایی هستند و نمادهای مذکور سمبولها و المانهایی هستند که از عقاید پاگانی به عقاید و اعیاد مسیحی نفوذ کرده و با تحریف این اعتقادات تلاش نمودند تا جایگزین مسیحیت حقیقی و الهی شوند. در همین زمینه کتب و مقالاتی نیز توسط اعضای تشکیلات فراماسونری نگاشته شده است که در آن به نمادهای ماسونی در ایده پاک اشاره نموده و به معانی مخفی و رازآلود برخی از این سمبول‌ها پرداختند. اما در این میان سوال مهمی به ذهن متبادر می‌گردد. چه ارتباطی بین لیلی و لیلیث با دایره و نقطه کنار دایره وجود دارد؟ در ابتدا اگر به رنگ این دایره کشیده شده به دور لیلی توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که رنگ این دایره یک رنگ تلفیقی بوده و به صورت رنگ ترکیبی سبز قهوه‌ای می باشد. با بررسی نمادشناسی رنگ‌ها و ارتباط آنها با برج‌ها و صورت‌های فلکی، در میابیم که رنگ سبز قهوه‌ای به برج و صورت فلکی سنبوله، دوشیزه یا به زبان لاتین ویرگو اختصاص دارد. پس این رنگ به کار رفته نیز به صورت پنهانی با لیلی مرتبط است. لازم به ذکر است که اگرچه معنای تحت لفظی ویرگو دختر باکره است، لکن در تمام اقوام و ملل باستان شخصیت‌های مؤنث مشهور و زنان جوان و زیبا به صورت فلکی ویرگو مرتبط بودند. برای مثال، گرچه آیسیس به عنوان مشهورترین الهه زن مصر باستان ازدواج کرده و بیوه بوده است، لکن صورت فلکی ویرگو با آیسیس مرتبط بوده است. به همین ترتیب، شخصیت‌های مؤنث دیگری همچون لیلیس و ایشتار و غیره نیز که زنانی زیبا و جوان بودند با صورت فلکی ویرگو ارتباط داده شدند. از سوی دیگر در کنار دایره سبز قهوه‌ای مذکور لکه‌ای به همان رنگ ملاحظه می‌گردد که قبلا نیز اشاره شد که این دایره و لکه با خال و لکه صورت اوباما و نیز حرف او و نقطه حرف آی موجود در عبارت هلیوفند همراستاست و همگی به ستاره رگولوس یا ستاره دائمی کسوف ها اشاره دارند. همچنین استفاده فراوان از رنگ ارغوانی در نمادهای حساس و کلیدی این انیمیشن مجدداً اشاره دیگری به ستاره رگولوس یا قلب الاسد است، چرا که در بین چهار ستاره کلیدی پادشاهان در عقاید ملل باستانی نماد ستاره رگولوس رنگ ارغوانی بوده است و این مسئله نیز در کتاب Moral and Dogma اثر فراماسون مشهور آلبرت پایک ذکر شده است. اما هدف از نمایش مکرر نمادها و رنگهای مرتبط با ستاره رگولوس یا قلب الاسد در این انیمیشن چیست؟ چرا این ستاره در نمادشناسی ماسونی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؟ نکته بسیار مهمی در خصوص ستاره رگولوس یا قلب الاسد وجود دارد و آن نکته این است که پس از 2167 سال ستاره رگولوس در اواخر سال 2011 و اوایل سال 2012 میلادی از محدوده صورت فلکی اسد یا لئو وارد محدوده صورت فلکی دوشیزه یا ویرگو گردیده است. این تغییر نجومی توسط بسیاری از گروه‌های ماسونی، الهادی و پاگانی
با ارزش و مقدس تلقی می شود، چرا که در عقاید الحادی این گروه ها این تغییر نجومی پس از 2167 سال به سیطره جهانی ادیان الهی همچون مسیحیت و اسلام پایان داده و بعد از 2000 سال از ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و متعاقب آن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نیز سیطره تدریجی ادیان الهی بر دنیا، جهان وارد عصر الحاد و کفر فراگیر خواهد شد. به عبارت دیگر، این گروه‌های الحادی معتقدند سیطره ادیان الهی بر دنیا همگی در دوره حضور 2167 ساله ستاره رگولوس در محدوده صورت فلکی لئو رقم خورده و در هزاره جدید ستاره رگولوس وارد دوره جدید خود در محدوده صورت فلکی ویرگو شده و بنابر همین عقاید خرافی و الحادی آغاز مجدد عصر الحاد فراگیر در دنیا رقم خواهد خورد. البته چنین ادعایی در خصوص صورت‌های فلکی در هیچ یک از ادیان الهی از جمله اسلام و مسیحیت وجود ندارد و اصولاً ادیان الهی با تأثیر حتمی ستارگان و کواکب بر زندگی موجودات زنده موافق نیستند و اثرات عوامل معنوی و ادعیه و اذکار را بالاتر از هر عامل طبیعی می‌دانند. لکن فراماسونری و ایلومیناتی که ریشه در عقاید کفرآلود مصر باستان و ادیان الهادی بین النهرین و سایر نقاط جهان دارد، این ادعا را از گروه‌های الهادی به ارث برده‌اند. بسیاری از محافل ماسونی معتقدند که با آغاز عصر جدید ستاره رگولوس در سال 2012 میلادی، جهان دچار تغییرات شگرفی شده و نظم‌های حاکم بر نقاط مختلف جهان فرو پاشیده و انواع و اقسام آشوب‌ها، درگیری‌ها، سقوط شاخص‌های اقتصادی، دگرگونی نظام‌های اجتماعی، سقوط دولت‌های مختلف و غیره بروز می‌نماید و این اتفاقات موجب فروپاشی نظم قدیم حاکم بر دنیا شده و شرایط را برای آغاز نظم نوین جهانی و شروع حکومت واحد بین المللی به مرکزیت اورشلیم یا بیت المقدس تحت زعامت و رهبری دجال فراهم می‌نماید. از سوی دیگر، گروه‌های ماسونی، ایلومیناتی، پاگانی و فمینیستی معتقدند که ورود رگولوس به محدوده ویرگو در سال 2012 میلادی به مفهوم پایان عصر مرد سالاری و ورود به عصر فمینیسم و زن سالاری بوده و در این عصر لیلیس یا وجه مؤنث شیطان به عنوان صاحب صورت فلکی ویرگو بر کل جهان سیطره می‌یابد. Thank you.
نکته بسیار مهم این که در همان زمان در حوالی انتهای سال 2011 و ابتدای سال 2012 میلادی و با حمایت‌های بیشمار قدرت‌های بزرگ ماسونی و ایلومیناتی، قدرت شیطانی نوظهوری در خاورمیانه به اسم گروهک تروریستی داعش متولد شد که به صورت پنهانی سیگنال مهمی برای تمامی دولت‌های ماسونی صادر کرد و آنها را به تلاش برای استفاده از منازعات سوریه به منظور پیشبرد اهداف ماسونی خود فراخواند. همان گونه که می‌دانیم، کلمه داعش مخفف عبارت دولت اسلامی عراق و شام می‌باشد که مترادف انگلیسی آن در اصل Islamic State of Iraq and Levant یا ISIL بوده است. اما به جای عبارت اصلی در رسانه‌های بین‌المللی، این گروهک تروریستی با عنوان ISIS شناخته شده و برای اینکه این مسئله عادی جلوه کند، چنین ذکر می‌شد که عبارت ISIS مخفف Islamic State of Iraq and Syria است، در حالی که همگی ما می‌دانیم که منطقه شام فقط شامل سوریه نیست و مناطقی از اردن، سوریه، لبنان و فلسطین را نیز در بر می‌گیرد و به همین دلیل نیز اسم این گروه تروریستی داعش بوده است، نه داعش. پس چرا اصطلاح غلط ISIS در رسانه‌های بین‌المللی بسیار مشهورتر از اصطلاح صحیح یعنی ISIL گردیده و در دنیا همه افراد داعش را با نام ISIS شناختند؟ آیا صرفاً اشتباه لفظی بود؟ تجربه موجود نشان می‌دهد که اصولاً در این موارد نباید به دنبال شانس، اتفاق، اشتباه و غیره بود، بلکه عموماً دسیسه بزرگ پشت این اشتباهات ظاهری وجود دارد. اما این دسیسه بزرگ چیست؟ در پاسخ باید گفت که به نظر می‌رسد تأسیس، تجهیز و حمایت از داعش توسط دولت‌های ماسونی شرق و غرب و اطلاق لفظ ISIS به این گروه تروریستی عملاً یک کد رمز بود که توسط سردمداران کشورهای ماسونی دنیا به سایر فراماسون‌ها صادر گردید که از سال 2012 میلادی ورود به عصر جدید آغاز شده و وقایع سوریه آغازی بر تحرکات شیطانی ایلومیناتی و فراماسونری برای آغاز حکومت دجال در اورشلیم می باشد. اما این کد رمز از چه اجزایی ساخته شده بود؟ همان گونه که می دانیم حکومت سوریه برای مدتهای طولانی در دست زمامدارانی از خاندان الاسد می باشد. با توجه به نام این خاندان در میابیم که کلمه الاسد مترادف شیر در فارسی و مترادف لئو در زبان لاتین است. از سوی دیگر با تأسیس و راهندازی داعش توسط فراماسونری و ایلومیناتی در سوریه که به صورت عجیبی در زبان انگلیسی ISIS نامیده شده است، به صورت رمزی داعش به ویرگو مرتبط گردیده است. چرا که در نمادشناسی ماسونی ISIS یکی از الهه‌های زن مصر باستان است که با صورت فلکی ویرگو مرتبط می‌باشد. بنابراین با دمیدن در آتش جنگ داخلی سوریه در انتهای سال 2011 میلادی و ابتدای سال 2012 میلادی، همزمان با تغییر نجومی مشهور این زمان یعنی انتقال ستاره معروف رگولوس یا قلب الاسد از محدوده صورت فلکی اسد یا لئو به صورت فلکی دوشیزه یا ویرگو، در سوریه نیز فراماسونری و ایلومیناتی تلاش نمود تا قدرت را از بشار الاسد، از خاندان اسد یا لئو به داعش یا ISIS یا ویرگو منتقل نماید. بنابراین در پشت جنگ‌های خونین سوریه که بخش اعظم آن توسط داعش یا ISIS به مردم منطقه خاورمیانه تحمیل گردید، نیات پلید فراماسونری جهانی برای اعلام سیگنال ورود به عصر جدید ماسونی و انتقال قدرت از لئو به ویرگو در حوالی سال 2012 میلادی نیز وجود داشت که با تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مقاومت منطقه، هم از شیعه و سنی تحت فرماندهی و هدایت سردار بزرگوار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش، این توطئه تا به امروز ناکام مانده است.
گرچه فراماسونری و ایلومیناتی بر نقشه‌های شیطانی خود مصر بوده و اقدامات متعدد دیگری برای آغاز امپراتوری دجال در بیت المقدس تحت نام معامله قرن آغاز نموده است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد.